فراخوان استراسبورگ و قطعنامه فراخوان استراسبورگ، نخستین کنگره جهانی الغای مجازات اعدام. تاریخ مجازات اعدام به قدمت تاریخ پیدایش انسانه، زیرا از هنگامی که انسان به آتش دست یافت، فرا گرفت که چگونه هم نوع مخالف خودشو بسوزونه و وقتی نخستین بار از الیاف تناب بافت، آن را بر گردن انسان گره زد و حلق‌آویزش نمود. زمانی که به راز آهن پی برد، اولین کارش جلا دادن تیغه‌ای بود که با اون بتونه گلوی هم نوع خودشو ببره و بالاخره در عصر باروت جوخه‌های اعدام به صف شدن تا سینه انسان‌های محکوم به مرگ را نشانه برن. تاریخ انسان در روند طولانی مجازات مرگ اینک به جایی رسیده است که خواهان لغو مجازات اعدام می باشد و این خواست به همان آسانی انجام خواهد پذیرفت که الغای بردگی و لغو تبعیض نژادی در گذشته صورت گرفت. انسان در عصر حاضر به آن پایه از درک و شعور رسیده است که در یابد حق زندگی یکی از ابتدایی ترین حقوق بشر می باشد و برای اعاده آن راهی جز نفی هر آنچه که این حق را تهدید می‌کند نیست. اگر در قرن گذشته اعلامیه حقوق بشر جهانی گردید، لازم است که در این قرن اعاده آن جهانی گردد. به دیگر سخن، بعد از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرن گذشته، 108 کشور از مجموع 189 کشور عضو سازمان ملل متحد به جهانی شدن نهضت القای مجازات اعدام به مثابه چیرگی عدالت بر انتقام پیوستند. در ادامه روند نهضت القای مجازات اعدام اینک یکی از پیش شرط‌های عضویت در اتحادیه اروپا لغو مجازات اعدام است. بر این اساس نخستین کنگره جهانی لغو مجازات اعدام در تاریخ 21 ژوئن 2001 در فرانسه استراسبورگ برگزار گردید و نمایندگان مجامع ملی و بین‌المللی دفاع از حقوق بشر، حقوقدانان، نویسندگان، جامعه شناسان و بازماندگان قربانیان اعدام در سراسر جهان برای بحث و گفتگو در این مورد گرد آمدند. حاصل سخن کنگره جهانی لغو مجازات اعدام قطعنامه فراخوان استراسبورگ است که گامی مهم در جهت اعاده حقوق بشر محسوب می شود. و اما نتیجه آن قطعنامه فراخوان استراسبورگ. ما شهروندان و مخالفان مجازات اعدام به مناسبت نخستین کنگره جهانی علیه مجازات اعدام در روزهای 21 تا 23 ژوئن 2001 در استراسبورگ گرد هم آمده ایم تا اعلام داریم مجازات اعدام به معنای چیرگی انتقام بر عدالت است و آن به نخستین حق انسانیت که حق حیات و زندگی است تجاوز می کند. هیچگاه مجازات اعدام از ارتکاب جرمی ممانعت نکرده است. این مجازات همواره اقدامی به مثابه شکنجه، نهایت عملی وحشیانه، رفتاری غیر انسانی و اهانت آمیز به شمار می رفته است. در صورت اشتباه قاضی، حکم مجازات اعدام جبران ناپذیر است. جامعه‌ای که مجازات اعدام را اعمال نماید، نمونه جامعه‌ای است که مشوق خشونت می باشد. هر جامعه‌ای که به کرامت و منزلت مردم احترام می گذارد، کوشش می کند که مجازات اعدام الغا شود. همچنین در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده حق حیات جزو حقوق ذاتی همه انسان هاست و هر کسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد. ما با اظهار خوشنودی متذکر می شویم که رؤسای مجالس در 22 ژوئن تصمیم به اعلام رسمی و جهانی تعلیق اجرای احکام اعدام گرفتند که تصمیمی در راستای الغای جهانی مجازات اعدام است. ما خواستار الغای جهانی مجازات اعدام هستیم و به این منظور از شهروندان جهان و حکومت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که 1. دولت‌ها قوانینی در جهت لغو مجازات اعدام به تصویب رساندند و عهدنامه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای لغو مجازات اعدام را امضا نمایند. 2. کشورهایی که مجازات مرگ را به مورد اجرا می‌گذارند شایسته است که آن را از قوانین خود حذف نمایند. 3. کشورهایی که حکم مرگ افرادی که در ارتکاب جرم نوجوان بودند را به مرحله اجرا گذارند باید به عنوان کشورهای ناقض فاحش حقوق بین‌المللی شناخته شوند.
4. افراد مبتلا به بیماری‌های روانی نباید به مرگ محکوم شوند. 5. کشورهایی که مجازات اعدام را ممنوع اعلام داشتند و یا آن را به مرحله اجرا نمی‌گذارند، در تحویل دادن مجرمین به کشورهایی که مجازات مرگ را اعمال می‌کنند خودداری نمایند، هرچند که این کشورها تضمین کنند که مجرم اعدام نخواهد شد. 6. کشورها موظف به انتشار مرتب و آشکار اطلاعاتی در مورد محکومین به مرگ، شرایط بازداشت شدگان و چگونگی اجرای حکم اعدام می باشند. در نهایت ما از تصمیم شورای اروپا برای تحقیق و رسیدگی به وضعیت ایالات متحده آمریکا و ژاپن که مجری مجازات اعدام هستند به خاطر مخالفت با لغو مجازات اعدام، حق ناظر بودن در شورای اروپا را ندارند. ما از شورای اروپا و اتحادیه اروپا مصرانه می‌خواهیم که از دولت‌های ترکیه، روسیه و ارمنستان بخواهند به طور قطعی مجازات اعدام را برای تمام جرائم الغا نمایند و در مورد حکم مرگ تخفیف قائل شوند. 5 کشور جهان گوی وحشت را در زمینه اعدام از دیگران ربود بودند. این کشورها عبارتند از ایران، چین، آمریکا، عراق و عربستان سعودی. ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم تا رسیدن به الغای مجازات اعدام در چهارچوب روابط بین‌المللی از پای ننشینند و دست از تلاش بر ندارند. همچنین ما بنابر توصیه‌های عمومی که ذکر کردید، توصیه ویژه‌ای برای یکایک کشورها در جهت پشتیبانی از الغای مجازات اعدام داریم. ما خود را برای به وجود آوردن یک انجمن هماهنگ کننده جهانی که هدفش اعلام روز جهانی الغای مجازات اعدام است متعهد می‌دانیم. ما از قضات و پزشکان می‌خواهیم که بر ناسازگاری و عدم مطابقت ارزش شغلیشان با مجازات اعدام صحه گذارند و در هر جایی که هستند به شدت به مبارزه علیه مجازات اعدام بپردازند. همچنین ما به سازمان‌هایی مانند سازمان عفو بین‌الملل، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر و دیگر سازمان‌ها که به جمع‌آوری امضا جهت الغای مجازات اعدام پرداخته‌اند می‌پیوندیم و از همه طرفداران الغای مجازات اعدام می‌خواهیم که به این فراخوان جهانی ملحق شوند. ما شهروندان جهان توقف فوری تمام احکام کسانی که به مرگ محکوم شده اند و نیز الغای مجازات اعدام را خواستاریم. در پایان ما از تمام دولت‌ها می‌خواهیم که از هر گونه اقدام در جهت تعلیق مجازات اعدام که به وسیله سازمان ملل متحد و به منظور تحقق الغای جهانی مجازات اعدام انجام می‌گیرد پشتیبانی نمایند. 22 ژوئن 2001 استراسبورگ فرانسه. لازم به ذکر است سازمان عفو بین‌الملل و سازمان همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام در سال 2002 روز 10 اکتبر را روز جهانی مبارزه برای لغو مجازات اعدام اعلام کردند. از آن پس جامعه جهانی و همه نهادها و فعالان حقوق بشر نه به اعدام و این روز جهانی را به کارزاری برای پیوستن هرچه بیشتر دولت‌های جهان به لغو مجازات اعدام در کشور خود تبدیل کردند. کاری از کمیته پژوهش در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.